واژه یا لفظ دیگری که ما می خواهیم در باره صحبت شود توسل هست. توسل در لغت، توسل یک کلمه عربی است و در لغت به معنای تقرب، نزدیک شدن و رسیدن به مطلوب همراه با رغبت است. توسل عبارت است از به وسیله چیزی به کسی نزدیکی جستن، وسیله قرار دادن، درخواست، تقاضا و التماس کردن است. و در اصطلاح عبارت است از نزدیک شدن به الله متعال از طریق انجام نیکی ها و ترک منکرات. الله متعال در قرآن کریم در باره وسیله و تواصل می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. ای مؤمنان، از خدا بترسید و بدرای تقرب به الله وسیله بجوید، در راه او جهاد کنید تا اینکه رستگار شوید. اینجا وسیله عمل نیک، جهاد برای الله تقدیم بکنید که کامیاب و رستگار شوید. توسل عموما بدون و می باشد، یک توسل جایز و روا و یک توسل نامشروع و ناجایز و ناروا. توسل مشروع و جایز توسل به اموری است که برای مشروعیت و جواز آن در کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم دلیل وجود داشته باشد، دلیل جواز وجود داشته باشد و این توسل چندین نوع دارد. یعنی توسل مشروع می است که با کتاب الله و با رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت باشد و دلیل جوازش در قرآن یا در سنت نبوی صلی الله علیه و سلم باشد. این توسل مشروع چندین نوع است: یک توسل با اسماء و صفات الله متعال، به این معنا که اسمی از اسماء حسنای الله متعال یا صفتی از صفات کمال و جلال او را به الله متعال وسیله قرار داده و حاجت خویش را به واسطه آن از الله متعال بخواهد. الله متعال می فرماید: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. یعنی الله صاحب اسماء حسنا هست، به او اسماء حسنا الله را بخوانید و از الله دعا بکنید، از الله بخواهید. پیامبر صلی الله علیه و سلم در دعاهایشان چنین کار را کردند تا الگو برای مسلمانان باشد. یعنی با اسماء و صفات الله از الله خواسته، اسماء و صفات الله را با الله وسیله کرده. می فرماید: اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لي. يا الله، ما بواسطه رحمت تو از تو سؤال میکنیم، آن رحمتی که به هر چیز وسیع است، فراخ است، چی سؤال میکنیم؟ ان تغفر لي، که ما را ببخشی. اینجا یکی از صفات الله که رحمت است با الله وسیله کرده شده. از حضرت ابو بریده رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم ای فرموده ان رسول الله صلی الله علیه و سلم سمع رجلا یقول: اللهم انی اسالک انی اشهد انک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ميقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كسر شنيد كي ميقفت: اللهم إني أسألك إي آيات را باز الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: والذي نفسي بيده، قسم بذات كسي كي بذاتي كي جان ما به دست او است. در به تحقیق الله را به اسم اعظمش شان
فراخوان دعوت کرد، از او سوال کرد. آن اسم اعظم اذا دعی بهی اجاب، وقتی که به او از او دعا خوانده شود، دعا کرده شود، الله متعال او را قبول میکنه، اجابت میکنه. و اذا سئل بهی اعطا، او اگر با او نام یعنی به نام اسم اعظم الله چیزی از او خواسته شود، الله میدهد. یعنی اینجا در این حدیث یا دعایی که رسول الله صلی الله علیه و آله برای ما و شما یاد داده سعی کنین، اینجا صفات الله ذکر شده. الله، انت الله، لا اله الا انت، الاحد، الصمد، لم یلد ولم یولد، این همه صفات الله متعال هست که در اینجا ذکر شده. و یکی از وسایل جایز است که انسان به او وسیله گرفته میتواند، میتواند بگوید یا رحمان، یا رحیم، یا منان، یا کریم، یا غفار، یا غفور، این مشکلی مرا حل کو، دعای مرا قبول کو. هرچی که هست یعنی نامای الله را گرفته، بعد از این عریضه خود را پیش میکنه انسان. نوع دوم توسل به اعمال صالحه هست، به این معنی که انسان عمل صالحه خودش را وسیله تقرب به الله متعال قرار دهد. این گونه بگوید یا الله، به وسیله عمل نیکم، مثلا نماز، روزه، زکات، صدقه، جهاد، حج، یا هر چیزی که انجام داده ام، که انجام داده ام، گناهم را ببخشای و یا فلان حاجتم را برآورده ساز. این نوع توسل به اتفاق علما جواز دارد. الله متعال فرموده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، یا مؤمنان از الله بترسید و به الله وسیله بکنید، یعنی اعمال نیکتان را به او وسیله بکنید. توسل به دعا کردن و سایر عبادات هست، به این معنی که دعا کننده عمل نیک خود را برای الله متعال وسیله کند. مثلا بگوید الهی، به وسیله ایمانی که به تو دارم و به محبتی که به تو دارم، به وسیله پیروی من که از پیامبر تو نمودم، گناهم را بیامرز. یا چنین بگوید الله، به وسیله محبتی که به محمد صلی الله علیه و سلم دارم و به وسیله ایمان من که به او دارم، گشایشی در کارم پیدا کن. دعا کننده از یک عمل نیکوی خیش که اهمیت زیاد دارد نام میبرد، چنانچه آن عمل را بر اساس ترس از خداوند انجام داده باشد و اطاعت الله متعال را نموده باشد. بعد از این که از آن عمل نام برد، آن را در دعای خود برای الله متعال وسیله میگرداند تا که امیدی قبول شدنش بیشتر باشد. الله متعال حکایتا از بندگان صالحشان که مستحق جنت میشوند فرموده است ربنا اننا سمعنا منادی ينادی للایمان ان آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. پروردگارا، ما صدای منادی تو را شنیدیم که با ایمان دعوت میکنم، با پروردگار خود ایمان بیاورید. ما ایمان آوردیم، سعی کنین ایمان خود را وسیله میکنه. ما ایمان آوردیم، پروردگارا گناه های ما را ببخش و بدی های ما را بپوشان و ما را با نیکان بمیران. پروردگارا آنچه به وسیله پیامبرانت به ما وعده فرمودی به ما عطا کن و ما را در روز قیامت رسوا مکن، تو وعده خلافی نمی کنی. و قصه امو سه نفری که در غار بودن بند ماندن، حدیث طویلی است و مفهوم مختصرش امی است که یک روز سه نفر می رفتن که در یک جای، در یک جنگل و در یک صحرا سخت باران اونا را گیر کردن و مجبور شدن که به یک غار پناه ببرن از شدت باران و رعد و برقی که وجود داشت، با امو غار پناه برد. وقتی که اینا به غار داخل شدن، دهن غار به واسطه یک سنگ کلانی که از بالا ریخت، دهن امو غار را بند کرد
نه هر چی که کوشش کردن چیغ زدن زورش نکشیدن و قریب بود که از کمی اکسیژن اوجا بمرن. باز گفتن بین هر کس که کدام عمل نیکو را کرده باشد با الله خود تقدیم میکنیم، امید است که بواسطه و توسل امو اعمال الله متعال مرا از این مصیبت نجات بده. یکیش گفت یا الله، ما پدر و مادر کلان سال داشتیم و ما هم چوپان بودیم، روا می چرندیم. وقتی که شام می آمدیم و گوسفندای خود را می دوشیدیم، اول شیر را با مادر و پدر کلان سال خود می دادیم، بعد از این با بچه و اولادای خود می دادیم. یک روز تصادفاً با پشت رمایم دورتر رفتیم، ناوقت رسیدیم تا که ما رسمی رسیدیم و شیر را می دوشیدیم. تا وقت والدین ما هر دویشان گرسنه استراحت کرده بودند، ما که آمدیم دیدیم و اولادای من می خواستن با اونا شیر بتیم، لیکن چون که عادت ما بود و ای را مناسب ندیدیم که پیش از والدین خود با اولاد خود شیر بتیم، اونا در زیر پای ما ناله کرده و گریه کرده از گرسنگی خاو شدن و ما امو ظرف شیر را دست گرفته استاد بودیم تا که وقت صبح شد و اینا از خواب بیدار شدن و باز امو شیرشان را برشان دادیم و بخوردن. یا الله اگر این کار را به خاطر رضای تو کرده باشیم ما را از این مصیبت نجات بده. یک دم سنگ کمک حرکت کرد و کمک اکسیژن و هوا و نور داخل شد، لیکن این قدر نبود که اینا می برآمدن. دومش گفت که یا الله، ما یک دختر کاکایی داشتیم و او را زیاد دوست داشتیم، از او تقاضای بدفیلی کردیم لیکن او ایبا ورزید و قبول نکرد. یک وقت سرش آمد که خیلی فقیر و غریب شد، گشنه شد، پیش ما آمد و برای ما گفت که بچه کاکای پسر کاکای ما خیلی فقیر شدیم، برای ما قرض بده. ما برش گفتیم که با یک شرط که حاضر شوی که ما با تو بدفعلی بکنیم. او چون که مجبور بود این شرط ما را قبول کرد. وقتی که ما اراده بدفعلی کردیم و در پیش روی پایشان ششتیم، برای ما گفت اتق الله، از الله بترس، این کار را نکن. ما میگه یا الله، از ترس تو او را اله کردیم و او مالی که برش داده بود اون برش بخشیدیم. یا الله اگر این کار بخاطر رضای تو کرده باشیم از این مصیبت ما را نجات بده. سنگ دیگه کمکی حرکت کرد لیکن بازم این قدر سوراخ نبود که اونا میبرند. سیومش گفت که یا الله متعال، ما چند نفر مزدور آوردیم و امرای ما مزدوری کرد و هر یکیش که میرفت اما مزد خود را گرفته رفت، یکیش بدون از اینکه مزد خود را بگیره رفت و مالش پیش ما ماند. او مال را ما به تجارت انداختیم، او زیاد شد، با او ما غلام خریدیم، گوسفند خریدیم، گاو خریدیم و کلگی رما و گله شدن. چندین سال بعد امو مزدور آمد برای ما گفت که بنده خدا، پیش تو ما یک امانت یا حقی داریم، او را برای ما ادا بکن. میگه ما برشان گفتیم که این غلاما را میبینی، این رمای گوسفندا را میبینی، این گله گاو را میبینی، کلگی از شما هست، دلت کلگی میبری، به ما چیزی میمانی یا نمیمانی؟ او گفت که بنده خدا سر ما رشخن نزن، ما با پشت امو مزدوری خود آمدیم، ما با گوسفندای تو و با غلامای تو و گوای تو کار نداریم. میگه ما برش گفتیم که نه، بلکه ای از شما هست، قصه برشان کردیم که ما بوده تجارت انداختیم و خداوند او برکت انداخت. میگه او مردکا کلگی چیزا را گرفته رفت و هیچ چیزی برای ما نمان. یا الله گری کار بخاطر رضای تو کرده باشیم، یا الله ما را از این مصیبت خلاص کن. یک دم سنگ لول خورد و دهن غار باز شد و اونا از مصیبت خلاص شدن.
به شکل ببینید که اعمال نیک انسان میتونه وسیله شوه و الله متعال و الله متعال و اعمال باسته اعمال نیک انسان انسان را از مصیبت نجات میده. نوع سومش توسل به ذوات فاضله، یعنی به مردم محترم، به مردم محترم و فاضل، به این معنی که انسان یکی از شخصیت ها یعنی از انبیاء علیه السلام، ملائکه و یا اولیاء کرام و یا افراد دیگر را که گمان میکند دارای مقام و منزلت نزد الله متعال است، وسیله تقرب به الله متعال قرار دهد. این هم بدون است. اول توسل به ذوات فاضله زنده، که یا کسی زنده هست یا آدم خوب و نیک هست و او را انسان وسیله میکنه، و معنیش ایست که یعنی دعا خواستن از اشخاص نیک و متقی که پیش بروان، یا کسی بر آدم نیک معلوم میشه برش بره که به ما میتور مشکل داریم برای ما دعا بکن برای خاطر وسیله شو. و طبعا این نوع تواصل جایز است و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم مثال های داره. از انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه روایت شده است که وقتی که مردم در قحطی و خشکی و خشکسالی واقع می شدن، با عباس ابن عبد المطلب از الله متعال طرب بارش میکرد، چنانچه میگفت اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی الله علیه و سلم فتسقینا و انا نتوسل الیک بعم نبینا فسقنا فقال فیسقونا او فیسقونا. خدایا ما چنان بودیم که در نزد تو به پیامبر خویش توسل میکردیم و تو بر ما بارش میکردی، و اکنون مایان نزد تو به کاکای پیامبر ما توسل میکنیم، پس بر ما بارش کن. انس گفته است که برایشان بارش میشد. توسل به ذوات فاضله بعد از مرگ، توسل به ذوات فاضله بعد از مرگ، این نوع توسل مورد اختلاف در میان علما هست. بعضشان میگه جایز است و بعضشان میگه ناجایز است. ایده بجوار آن معتقدن و برخی هم طرفدار عدم جواز و مشروعیت آن میباشن، که در ذیل بعضی از آرای علما ما شما ذکر میکنیم. الوسی بنقل از عز ابن عبد السلام نوشته است توسل به ذوات فاضله بعد از وفاتشان صرف به پیغمبر جواز دارد، زیرا او سردار اولاد آدم است، اما بغیر از پیغمبر به احدی از انبیا، ملائکه و اولیاء کرام جواز ندارند، زیرا ایشان در این مرتبه و درجه قرار ندارند. این گونه روایت از امام احمد بن حنبل نیز روایت شده است. برخی دیگری از علما توسل به ذوات بعد از مرگ را به گونه قطعی منع کردند و ناجایز دانستند. این موضوع از امام ابو حنیفه، امام ابو یوسف و امام ابن تیمیه ناصرالدین البانی و علی عبدالحلیم محمود نقل شده است. دعاهای معصوره از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم و پیشوایان دین گواه این هست که هیچ یکی از ایشان توسل به ذات پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از وفات ایشان نجستن. به شکل ای تواصل مسئله چی هست که یعنی بعضی مردم جایز ندارن. و حتی امام ابو حنیفه میگوید لا ينبغي لأحد ان يدعو الله الا به، و هیچ کس جایز نیست، برای هیچ کس روا نیست که الله را بخواند مگر به خود او. و باز فرموده و اکره ان یقول اسالک بمقعد العز من عرشك من عرشك و ان یقول و بحق انبیائک و رسولک و بحق البيت الحرام. و امام ابو حنیفه میگه ما ناپسند میپندارم که کسی بگوید تو را به جایگاه عزت عرشت سوال میکنیم، یا بگوید تو را به حق انبیا و پیامبران تو و به حق بیت الله الحرام سوال میکنیم. نوع دیگر توسل
نامشروع و غیر جائز است. آن عبارت از توسل به چیزهایی است که در کتاب الله و سنت رسول الله اصل و دلیلی برای جوازش وجود نداشته باشد، مانند توسل به ذوات فاضله بعد از مرگ ایشان و توسل به جایگاه، مقام، حرمت، خاطر، برکت یا طفیل ایشان، چون در قرآن و سنت هیچ دلیلی برای جواز آن وجود ندارد. صحابه کرام و تابعین اعظم آن را انجام نداده، لذا علما آن را بدعت گفته شرعا ناجائز و حرام دانستند، مثل که قول امام ابو حنیفه را به شما گفتیم که می فرماید لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به واكره ان يقول اسالك بمقعد العز من عرشك وان يقول وبحق انبيائك ورسلك وبحق بيت الله الحرام.